با سلام و عرض ادب، بنده لیلا پاشایی بناب هستم. این دوره آموزشی برای مجموعه فرادرس تهیه شده. قبل تو این دوره آموزشی شما رو با یکی از الگوریتم‌های بهینه‌سازی به نام سیاه‌چاله آشنا بکنم. خب ابتدای کار اهداف بهینه‌سازی رو ما بررسی بکنیم. ما توی حل هر مسئله با توجه به نیازها و محدودیت‌هایی که مختص اون مسئله هست دنبال پیدا کردن بهترین جواب قابل قبول هستید. یعنی جوابی که با توجه به محدودیت های این مسئله جزء بهترین ها باشد یا بهینه ترین ها باشد. البته امکان داره که برای یک مسئله ما موقع حل اون مسئله جواب های متعددی رو پیدا بکنیم و یک مقایسه بین این جواب ها اتفاق بیفته و ما بخوایم بهترین جواب رو از ما بین این جواب ها پیدا بکنیم یا بهتر است بگیم که انتخاب بکنیم. انتخاب بهترین جواب از بین جواب های موجود بستگی به طبیعت هر مسئله داره و بستگی به هدف از حل مسئله داره که ما جلوتر با تعریفی که از هدف از حل مسئله خواهیم داشت خواهیم دید که انتخاب کردن جواب بهینه از هر مسئله به مسئله دیگر تفاوت داره. به عنوان مثال شما یکی از شبکه های حمل و نقل شهری رو در نظر بگیرید. ما بین شهری یا بین شهری رو در نظر بگیرید. هدف های مختلفی وجود داره تو این شبکه های حمل و نقل. یکی از هدف ها میتونه زمان کوتاه باشه از این سفر. یعنی من دنبال این هستم که در زمان خیلی کوتاه به یک نقطه‌ای برسم، از یک نقطه یعنی مبدأ به مقصد برسم. بعضی از مواقع زمان مهم نیست و هزینه مهمه. یعنی هدف از حل مسئله هزینه هست برای من. پس ما ابتدای حل مسئله برای اینکه بتونیم یک جواب بهینه پیدا بکنیم و یک الگوریتم بهینه تعریف کنیم برای حل مسئله باید هدف از حل مسئله رو بدونیم. با این مثال که اینجا توضیح دادی ما بعضی از مواقع هزینه برامون مهم نیست، زمان برامون مهمه. بعضی از مواقع هم به این صورته که هزینه حمل و نقل برای ما مهم. پس ما با انتخاب یک تابع هدف مهم در اصل اولی یا میشه گفت مهمترین گام بهینه سازی رو داریم چیکار میکنیم؟ ابتدای کار ما تعریف. پس ما برای این که برای حل مسائل الگوریتم بهینه سازی خوبی ارائه بدیم ابتدا باید تابع هدف خوب یا تابع هدف مناسب برای اون مسئله رو تعریف بکنیم. بعضی از مسائل هستن که به صورت چند هدفی هستن، یک هدف خاصی ندارن و ما بهتره برای این مسائل یک تابع هدف ترکیبی ایجاد بکنیم. یک تابع هدفی باشه که یک ترکیب خطی از توابع هدف داشته باشه. به عنوان مثال من میخواهم از نقطه X به نقطه Y سفر بکنم. ابتدای کار هزینه برای من مهمه و در مرحله بعد زمان برای من مهمه. درسته هزینه اولویت بیشتری داره ولی زمان هم برای من مهمه. مثال من یک نقطه ای از شهر رو اگر میتونم توی یک ساعتی بکنم چرا باید بیام با زمانی مثلا 2 ساعت 3 ساعت طی بکنم؟ توی این مواقع ما میتونیم یک تابع هدف ترکیبی تعریف کنیم و بعد توی این تابع ترکیبی بر اساس اون اثرگذاری که هر تابع داره وزنی بهش اختصاص بدیم. پس ما میتونیم برای مسائلی که چند هدفی هم هستن الگوریتم بهینه سازی تعریف بکنیم. برای تعریف مسائل چند هدفی ما از یک تابعی استفاده میکنیم که طراحیش به این صورت باشه، یک بردار انبودی باشه و با مثلا متغیری به نام X نشون داده بشه. هدف از بهینه سازی توی این مسائل چند هدفی مشخص کردن اون متغیرهایی هست که قرار است ما بهشون وزن بدیم. طوری این وزن دهی و این تعریف متغیرها باید اتفاق بیفتد که تابع هدف ما
یا مینیموم باشد یا ماکسیموم حالت خود رو داشته باشه. یعنی ما یا دنبال کمترین مقدار هستیم یا دنبال بیشترین مقدار هستیم توی توابع هدفمون. پس این مسئله خیلی مهمه که ما توی تعریف متغیرهای مسائل چند هدفی طوری تابع هدف رو تعیین بکنیم که در نهایت یا در حالت کمینه خود باشه یا در حالت بیشینه خود باشه، ماکسیموم باشه. چه محدودیت هایی وجود دارن؟ ما برخی از مسائلمون مسائلی هستن که مسائل بی محدودیت هست. ما میتونیم بدون هیچ محدودیت هایی برای حل کردن این مسائل بیشینه یا کمینه کردن تابع هدفشون بیان یک راه حل ارائه بدیم و فضای مسئله رو جوری جستجو بکنیم که در راحت ترین و سریع ترین شکلش بتونیم به کمینه یا بیشینه بودن اون تابع هدف دسترسی داشته باشیم. برای بعضی از مسائل که اصولا محدودیت هایی وجود داره، میای توی حل بیشینه یا کمینه بودنشون یک سری متدهایی رو به کار میبریم که توی این مسائل کاربردی بهینه‌سازی بتونیم این مشکلات و محدودیت هایی که چه حالا توی رفتار یک سیستم وجود داره چه توی عملکرد یک سیستم وجود داره رو ما بتونیم حلش بکنیم. و اما روش های جستجو و بهینه‌سازی، ما برای اینکه بتونیم فضای مسئله رو جستجو بکنیم و یک جواب بهینه ارائه بدیم یا در اصل بتونیم الگوریتمی برای بهینه سازی بنویسیم یا طراحی بکنیم، چندین روش جستجوی فضای مسئله وجود داره. یکی از این روش ها روش های شمارشی هستش. توی روش های شمارشی اصولا توی هر ریپیت یا توی هر تکرار میان از فضای دامنه مسئله یک نقطه رو به عنوان تابع هدف انتخاب میکنن و میان مواردی که برای بهینه بودن هست رو توی فقط اون نقطه‌ای که به عنوان تابع هدف در نظر گرفتن بررسی میکنن. پیاده سازی این روش ها اصولا ساده تره ولی به محاسبات زیادی نیاز داره. چون روش پیاده سازیشون راحت تره، محاسباتشون یه مقدار زمان بر هستش و فضای مسئله‌ای که جستجو میشه اصولا دامنه این جستجو زیاد هست. به چه علت؟ به این علت که ما توی هر تکرار فقط میان یک نقطه از فضای اون مسئله رو به عنوان تابع هدف در نظر میگیریم. برنامه ریزی پویایی دارن این روش های شمارشی، از این نظر خوب هستن، ولی جستجوی فضای مسئله اصولا به صورت غیر هوشمند و ناآگاهانه جلو میره. به همون علتی که توی اسلاید قبلی گفتیم، به خاطر اینکه فضای مسئله رو میان تو هر تکرار یک بار یک نقطه رو اختصاص میدن به تابع هدف. یکی از روش‌های دیگه روش‌های محاسباتی هستن. با توجه به مزایا و معایبی که روش‌های شمارشی داشتن، حالا بیاید ببینیم که روش‌های محاسباتی به چگونه عمل می‌کنند و در مقایسه با روش‌های قبلی بهترند یا اینکه ترکیبی از این دو روش بهتره. تو این روش‌ها ما یه مجموعه‌ای از شرایط لازم و کافی رو باید بتونیم تهیه بکنیم که توی مسئله بهینه‌سازی، یعنی در تابع هدف اون مسئله بهینه‌سازی صدق بکنیم. شرایط لازم و کافی بولد بشه، این یک جایی از ذهنمون که چه تفاوتی با هم دارن. یه توی بعضی از مسائل محدودیت هایی وجود دارن. وجود یا عدم وجود این محدودیت ها توی بهینه سازی این مسئله نقش مهمی رو ایفا میکنه. به همین علت ما توی روش های محاسباتی مسائل بهینه سازی رو به دو دسته تقسیم میکنیم. روش‌های محاسباتی با محدودیت و روش‌های محاسباتی بدون محدودیت. روش‌های محاسباتی بدون محدودیت به این صورت هستش که ما توی مرتبه صفر، یعنی ابتدای کار، میایم فقط تابع هدف رو محاسبه می‌کنیم
یه نقطه از فضای مسئله رو در نظر میگیریم و تابع هدفش رو پیدا میکنیم. توی مرتبه بعدیش یا مرحله بعدیش از اون تابع هدف و مشتقش استفاده میکنیم و توی مرحله بعدی یا گام بعدی بهتره که هم خود تابع هدف و هم مشتقات اول و دومش رو به دست بیاریم. توی روش های محاسباتی با محدودیت مسئلمون به این صورت هستش که ما یک برنامه ریزی خطی داشته باشیم برای مسئله با محدودیتی که هم تابع هدف و هم اون محدودیت ها هر دو به صورت خطی در اصل تعریف بشوند ابتدای کار. برای حل این مسائل روش های مستقیم داریم و روش های غیر مستقیم داریم. روش های مستقیم به این صورت هستش که یک نقطه بهینه به طور مستقیم از اون فضای مسئلمون که قرار جستجو بشه بدون محدودیت بیاییم این نقطه رو ما انتخاب بکنیم و از روش های جستجوی بدون محدودیت نمیتونیم استفاده بکنیم. حتما یک سری متدهایی که مختص روش هایی هستش که محدودیت خاصی برای جستجو تو فضای مسئله وجود داره استفاده بکنیم. توی روش های غیر مستقیم هم هدف اصلیمون این هستش که ما بیایم از یک سری الگوریتم های بهینه سازی عمومی برای حل این مسئله ها استفاده بکنیم. با توجه به مزایایی که روش محاسباتی داشتن تا اینجا گفتیم، چرا استفاده گسترده ای از این روش ها نمیشه؟ چون توی این روش ها اکثر روش محاسباتی بهینه‌یابی از گرادیان تابع برای پیدا کردن یا جستجوی فضای مسئله استفاده میشه و توی مسائلی که ناپیوسته هستن، تابع هدفشون گسسته نیست فضای مسئله، پیدا کردن مشتق و مشتق اول و مشتق دوم به تبع با مشکل روبرو خواهد بود. پس بهتره که با توجه به مشکلاتی که روش های محاسباتی دارن از یک روش های دیگه ای به نام روش های تصادفی که شامل روش های ابتکاری و فرا ابتکاری هست استفاده بکنیم. با توجه به مشکلاتی که روش های شمارشی و روش های محاسباتی داشتن، ما یک سری روش داریم، روش های حل مسئله که به صورت تصادفی هستن که خودشون به دو تا دسته عمده تقسیم میشن، روش های ابتکاری و روش های فرا ابتکاری. میگه به این دلیل که توی روش هایی که به صورت شمارشی فضای مسئله جستجو میشه تعداد جواب هایی که پیدا میکنیم خیلی زیاده، به دلایلی که توضیح داده شد توی اسلاید های قبلی، ما یک فضای مسئله بزرگ با اسپیس کامپلکسیتی زیاد بزرگ خواهیم داشت، یعنی پیچیدگی فضای مسئله ما زیاد خواهد بود. توی روش های بهینه سازی به صورت محاسباتی هم چون ما خیلی داریم دقیق تر مسئله رو بررسی میکنیم، این روش پرهزینه خواهد بود. پس تا اینجا دو تا روشی که برای حل مسئله ها در نظر گرفته بودیم، یک به دلیل زیاد بودن تعداد جواب های ممکن بود و اینکه فضای مسئله مون شروع میشد، دو روش های محاسباتی بودن که پرهزینه بودن. پس بهتر است ما دنباله روش های حل مسئله باشیم که این دوتا مشکل رو چیکار بکنن؟ بتونن برطرف بکنن. و اگه بتونیم روش های مؤثرتر و کم هزینه تری پیدا بکنیم و بتونیم از روش های ساده تری برای حل مسئله های سخت استفاده بکنیم، میان از یک روش هایی کمک میگیریم که این روش ها امتحان خودشون رو یه جورایی پس داده باشن. الگوریتم های ابتکاری یه سری الگوریتم هستن که ما میایم با استفاده از محاسباتی که انجام میدیم به یک جواب نسبتاً دقیق دست پیدا میکنیم. توی این روش ها هیچ تضمینی وجود نداره که جوابی که به دست اومده حتما بهترین جواب ماست یا دقیق‌ترین جواب ماست. ولی چون در حل بعضی از مسائل همون طور که گفتیم تابع هدف تعریفشیه، زمان خیلی مهمه، ما توی حل بسیاری از مسائل دقت رو فدای زمان میکنیم. پس سعی میکنیم که
به جواب نسبتاً دقیقی برسیم توی این روش‌های ابتکاری. توجهات بیشتری